بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول تر از همه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محصلین عزیز. خدا کنه که جور و صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار و آفات و بلایای زمینی و آسمانی در الله در پناه الله متعال باشین. در این بخش شما را دعوت میکنم به دیدن و شنیدن پنجمین جلسه درسی آنلاین. البته قبل از آنلاین هم ما شما درسهایی داشتیم محصولین عزیز، انشاءالله که بیادتان هست و درسها و در درسهای آنلاین ما شما با این جلسه ما شما به اصطلاح پنجمین جلسه درسهای سازمان های بین المللی داریم که به ادامه امون جلسات حضوری است. خب باز هم ما طبق روال همیشگی در این جلسه درسی منابع درسی را یک بار دیگر خدمت شما یادآوری می کنم که حتما و قطعا شما این منابع درسی را بگیرید تا ما با مطالعه مفصل‌تر و بیشتری داشته باشیم. و اگر در چهار جلسه قبلی آنلاین و در جلسات قبل از آنلاین که ما شما به صورت جلسات درسی حضوری داشتیم با کلام پرسش و سوال اگر مواجه میشین، پرسش ها و سوالات تا نه از این طریق با ما در میان بگذاریم. خب محصلان عزیز، ما شما در جلسات قبلی دستبندی از سازمان های بین المللی داشتیم که از لحاظ به اصطلاح جغرافیایی ما مثلا سازمان ها آمدیم به سازمان های منطقه‌ای و سازمان های بین المللی و جهانی تقسیم بندی. خب مثلا ما در جلسات قبلی باز جامع ملل داشتیم، بعدش هم آمدیم به سازمان ملل متحد که یکی از بزرگترین و گسترش یافته ترین سازمان بین المللی در عصر حاضر است. شما در جلسات قبلی بحث تاریخچه و پیشینه سازمان ملل متحد داشتیم و بحث کنفرانس ها و اعلامیه هایی که منتج و شکل گیری سازمان ملل متحد شد و ای که کدام اهداف را سازمان ملل متحد داره و سند تاسیسش چی است، مقاصد و اصولش، عمل کردش چی است، اینا را ما شما در جلسات قبلی بهش اشاره داشتیم. اگر پرسش و سوالی بود میشه پرسش ها و سوالات ها با ما مطرح. حالا من در رابطه با ترکیب سازمان ملل متحد که با شما در جلسه قبلی اشاره کردیم که در عصر حاضر سازمان ملل متحد که در سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته تا به هنوز 193 کشور را به عنوان اعضای دائمیش یا اعضای اصلی سازمان ملل متحد، یک تعداد دیگه هم فعلا اعضای ناظر هستن بر سازمان ملل متحد که تا به هنوز به عنوان عضو اصلی سازمان ملل متحد پذیرفته شدن که حق رأی اینها را اینها تا به هنوز پیدا نکردن. خب من در رابطه به ترکیب سازمان ملل متحد که به چه شکل است، چه ترکیب داره. خب از لحاظ تاریخی ما شما میتونیم اعضای سازمان ملل متحد را در یک دستبندی کلی به دو دسته یا به دو گروه از کشورها چی بکنیم تقسیم بندی. یکی اعضای اصلی یا مؤسس و یا بنیانگذاران سازمان ملل متحد یا United Nations. دوم هم اعضای چی است؟ جدید است. خب اعضای اصلی سازمان ملل متحد همون کشورهایی هستن که در کنفرانس
ملل متحد راجع به سازمان بین‌المللی در کنفرانس سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا چیکار بودن شرکت کردن و یا قبلا اعلامیه ملل متحد را که در اول جنوری 1942 چی شده بود؟ امضا شده بود و این باز که بحث منشور سازمان ملل متحد است او را چی کردن؟ با امضا است. دوم اعضای جدید است، اعضای اصلی یا مؤسسین یا بنیانگذاران سازمان ملل متحد 51 کشور که گفتیم در امون به اصطلاح کنفرانس چی کردن؟ شرکت داشتن و به دولت های محور یا به اصطلاح متحدین و کشورهای شکست خورده از جنگ یا کشورهایی که به عنوان دول محور در جنگ جهانی دوم بودن که شامل آلمان و ژاپن و ایتالیا بود، این کشورها چی کرده بودن؟ اعلان جنگ کرد که در جنگ کشورهای منطقه ما شما کشورهایی مثل ایران و ترکیه و مصر و سوریه از این جنگ کشورهای مؤسس و یا بنیانگذار سازمان ملل متحد بودن که اون شما در جلسه قبلی هم گفتیم که حتی یکی از این کنفرانس ها به نام کنفرانس تهران بود که اون هم در شکل گیری سازمان ملل متحد نقش اساسی. ماده سوم منشور سازمان ملل متحد که گفتیم منشور سازمان ملل متحد امون سند تصویرش هست یا اساسنامه‌اش هست که دارای 19 فصل و 111 ماده هست. در ماده سوم منشور چین اصطلاح صراحت داره یا مقرره اعضای اصلی سازمان ملل متحد کشورهایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمانهای بین‌المللی در سان فرانسیسکو شرکت نمودند و یا قبلا اعلامیه ملل متحد معرف اول جنوری 1942 و این منشور را امضا و طبق ماده 110 تصویب نماید. یعنی به اساس از این اعضای جدید هم حق و حقوق و مساوی و برابر دارن، یعنی هر کشوری که همی منشور را امضا بکنن به رسمیت بشناسن و متعهد به اجرا و اعمال و تطبیقش هم این هم از جمله اعضای سازمان ملل متحد شناخته میشن. دیگر طبق ماده 4 منشور سازمان ملل متحد برای عضویت اعضای جدید در این سازمان یک سلسله شروع در اصطلاح در نظر گرفته که اگر کشور خواستار پیوستن به عضویت در سازمان ملل متحد است باید این شرط ها را داشته باشد. اولین شرط دولت بودن است، یعنی مشخصه اصلی دولت نیست، به دلیل به اصطلاح استقلال از وست اون کشور باید چی بکنن؟ اون کشور به اصطلاح اون کشور مستقل باشد، استقلال داشته باشد و اون کشور وقت بحث استقلالش مطرح میشه این بدی دلیل مطرح است. یکی اصل تساوی حاکمیت دولت های از وست، دوم اصل شایستگی و توانایی اجرای تعهدات مندرج منشور سازمان ملل متحد و سایر فیصله های سازمان ملل متحد است که این کشور باید میره داشته باشد. یعنی بحثی است که در 4 شرط برای این که یک دولت جدید به تنازلیت سازمان ملل متحد در نظر به اصطلاح به دست بیاره در نظر گرفته شده. یک دولت بودن، دوم سکجو بودن، سوم قبول تعهدات منشور سازمان، یعنی مواد مفاد که در منشور سازمان ملل متحد در مزده پس به اصلی از دماده درد شده باید او کشور او رو چی بکنن؟ بپذیره، قبول بکنه که این اون مواد مفاد مندرجی منشور ما چی دارم؟ قبول دارم.
چهارم داشتن شایستگی و توانایی اجرای تعهداتی که در درون منشور سازمان ملل متحد چی شده؟ درد شده او را داشته باشه. دولت بودن یعنی چی که با من یک شرط برای عضو شدن در سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده؟ اصل تساوی حاکمیت دولت های عضو بند یک ماده دوی منشور که تو صراحت داره که چنانچه دارد از استقلال کامل برخوردار نباشد نمی تواند دارای حاکمیت مساوی نسبت به سایر اعضای سازمان ملل متحد که از استقلال کامل بهره‌مندان باشد. یعنی وقتی دولت میتونه باشد که استقلال داشته باشه، یعنی دولتی که زیر استثمار و استعمار و به اصطلاح مستعمره کشور دیگری باشد یا وابستگی 100% به کشور دیگری باشد، از لحاظ صراحت منشور سازمان ملل متحد در حقیقت مستقل است، چون دولت سازمان ملل متحد متشکل از دولت‌های مستقل است. بنابراین این اصل تساوی و برابری کشورها را یا اصل تساوی حاکمیت یا برابری حاکمیت کشورها را نقض می‌کند، بنابراین این نمی‌تواند عضویت سازمان ملل متحد را به دست بیاورد و عضو جدید شود. دیگر اصل شایستگی و توانایی اجرای تعهدات مندرج در منشور سازمان ملل متحد است. ماده 4 چنین مقرر می‌کند: دولتی که دارای مشخصه دولت بودن نیست و از استقلال سیاسی بهره‌مند نیست، قطعاً نمی‌تواند نسبت به تعهداتی که منشور او را ملزم به رعایت آن کرده انجام وظیفه دهد، مثل همکاری در همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها و اعزام نیروی نظامی برای مقاصد سازمان ملل متحد. این کشوری که عضویت سازمان ملل متحد را به دست میاره باید همکاری های اقتصادی و همکاری های سیاسی بکنه. مثل که شما در این 20 سال اخیر شاهد بودید که میلیاردها دلار به اصطلاح کمک های جامعه جهانی به دولت و ملت و کشور مردم افغانستان چی شد؟ کنشید این که چقدر از این در جای درستی به مصرف رسید، چقدرش حیوانمل شد و تاراج برده شد، دولت افغانستان زماندارای افغانستان میراد حیوانمل دردن یا خود خارجی ها هم یک مقدار در این فساد گسترده سهم و نقش داشتن، ما به اون نمیپردازیم. ولی این بحث مهم است که این کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد داشتن و از کنفرانس بون که با ابتکار سازمان ملل متحد برگزار شده بود تا به هنوز میلیاردها دلار به دولت افغانستان کمک کردن و هنوز هم وعده همکاری و دولت و ملت و مردم افغانستان را دارند. خب دیگر شرطی که برای پذیرفته شدن عضویت یک کشور و دولت به سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده، صلح جو بودن یک دولت است. صلح جو بودن یعنی چی؟ که این به ماهیت یک رژیم و یک نظام سیاسی برمی‌گردد یا تعلق می‌گیرد. آیا یک کشوری که انگیزه تجاوزخوارانه دارد و ما می‌تونیم صلح جو بدانیم؟ حتماً که نمی‌دانیم. یک کشوری که انگیزه تجاوزخوارانه نداشته باشد می‌تواند به عنوان یک کشور صلح جو شناخته شود و این میتونه باز شرایط پذیرفته شدن به عضویت سازمان ملل متحد را برآورده سازه تا بتونه به عنوان یک عضو جدید سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. مثلا در شرایط فعلی فلسطین عضو ناظر سازمان ملل متحد است. مطابق به همون میلیاردهایی که سازمان ملل متحد به اصطلاح در نظر دارد یا شرط گذاشته، آیا فلسطین میتونه اثبات بکنه که یک کشور صلح‌جو است؟ هرچند در این رابطه بحث‌های و انتقادات و اینهای هم وجود داره که حالا ما نمیخوایم به اون مسائل و مباحث چی بکنیم اشاره کنیم. خب چون از حوصله این بحث نیم ساعته و چند دقیقه شما این مباحث چیست بیرون است. صلح جو بودن برای کشورهایی که علیه دولت‌های محور یعنی مثلا آلمان، ژاپن، ایتالیا اعلام جنگ کرده بودن چی میشد؟ به کار گرفته میشد.
یعنی اون کشورهایی که در اون شرایط یعنی در سالهای 1940 و 41 و 42 که علیه کشورهای به اصطلاح متحدین و دولت‌های محور که با محوریت آلمان و ژاپن و ایتالیا و غیره کشورها بود اعلام جنگ کردن، در اون شرایط میگفتن که در حقیقت اینا در تداوم جنگ یا در گسترش یافتن جنگ سهم نقشی رو دارن و اگر اقدامات از اینها را به اصطلاح کشورهایی که محکوم کرده بودن اونا را به عنوان دولت‌های سرخجو و از اعضای مؤسس و بعدش هم کشورهای دیگه ای که به عضویت سازمان ملل متحد درآمدن باید همین شرط را داشته باشن. دیگه شرط قبول تعهدات منشور ملل متحد است که شیر به ما به اصطلاح میرسن که قبول دارن. از اقدامات اولیه و عملی هر کشور برای عضویت در سازمان ملل متحد به شما یعنی یک شرط قبول تعهدات است، چرا که پذیرفتن حقوق و تکالیف سازمان ممنوط به قبول مفاد منشور. یعنی شما وقتی که عضویت یک سازمان را بدست میارید یکی از ویژگی های هر سازمان بین‌المللی گفته بودیم اما چیش است؟ اساسنامه یا تصویب بشه به اصطلاح اساسنامه ایش هست. یعنی هر کشور باید وقتی میخواهد از دوی که سازمان را بس داره باید قبول بکنه که مواد و مفادی که در اون مندرد شده و در شده و تصامیمی که اتخاص میشه باید اینا را مو به مو چی بکنه اجرا بکنه و در صورت سرباز زدن از اون تعهدات میتونه از عضویت اون سازمان بیرون شد و از یک سلسله حقوق امتیازات که در دلیل باز شدن در اون سازمان به دست آورده از اون چیشه محروم آنید. داشتن شایستگی و توانایی اجرای تعهدات در شده در منشور سازمان ملل متحد است. به تصمیم مجموعه عمومی که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و شورای امنیت سازمان ملل متحد که این هم یکی از ارکان اصلیش است چی شدن؟ واقعه شدن. در مقدمه منشور سازمان ملل متحد صریحاً واقع آمده، یعنی سازمان ملل متحد دارای اساسنامه یا سند به اصطلاح تأسیس است که یک مقدمه و 19 فصل و 100 چند ماده دارد 11 ماده دولت ها به نمایندگی از سوی ملل خود سازمان ملل متحد را ایجاد کردن و طبعا این دولت ها هستن که نمایندگی تعیین و به سازمان معرفی می کنند و ملل ها به طور مستقیم در سازمان نقش ندارند. یعنی ملل ها منظوری است که نماینده های خود را می فرستند. یعنی نماینده های ملل ها در سازمان ملل متحد چیست؟ همین دولت ها هستن. در مقر سازمان که گفتیم مقر اصلی سازمان ملل متحد در کجا هست؟ در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا. و هیئت‌های نمایندگی دائمی هر کشور از حیث انتخاب اعضا و تعویض یا تغییر آنها تابع مقررات داخلی دولت مطبوع خود می باشد مستقر. یعنی نمایندگی که دولت افغانستان اینجا روان می کنه به دستور سرمنشی سازمان ملل متحد یا رئیس دورای شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب نمیکنند، بلکه فرد داره که دولت افغانستان به صلاح و مصلحت نظام میبینه که ای به خوبی میتونه در سازمان ملل متحد از دولت و دولت هم به نمایندگی از ملت به خوبی نمایندگی بکنه و در سازمان ملل متحد چی میکنه؟ میفرستن. دیگه به ادامه بحث ترکیب و عضویت اینها در سازمان ملل متحد، بحث شرایط خروج و اخراج و تعلیق عضویت و حق رأی در سازمان ملل متحد مطرح است. خب وقت ما شما خونه چه زیاده سریع سریع پیش میریم. الف بحث خروج، منشور سازمان ملل متحد مقررات خاصی را در زمینه تجویز یا ممانعت دولت‌ها برای خروج از سازمان ملل متحد چی نکرده؟ پیشبینی نکرده. خب یکی خروج داریم که خروج همون امر اختیاری است که دولت میتونه از اون خارج شود و
اخراج هم یک امر غیر ارادی و اجباری هست که توسط سایر اعضا و ارکان سازمان ملل متحد چی میشه؟ یک دولت به عنوان تخطی کننده یا خاطی از عضویت در سازمان چی میشه؟ یا عضویت در سازمان به اصطلاح لغو میشه و از سازمان اخراج میشه. ولی قواعد خاصی برای اخراج دولت ها در نظر گرفته است. هنری گولن رئیس کنفرانس سان فرانسیسکو که به اصطلاح مدیریت این کنفرانس ها در اصطلاح به این باور بوده که اوضاع و احوال خاص و استثنای دولت ها در نظر گرفته شد و ممنوعیت در مورد خروج دولت از سازمان به اصطلاح به وجود نیامد. باور زن امی آدم نمیتوان بر دو دلیل مانع خروج دولت از سازمان ملل متحد، یکی حاکمیت ارائه دولت ها، دوم در شرایط خواهد خروج تنها وسیله ابراز مخالفت با سازمان ملل باشه. این یک زمانی که یک دولت خودش تصمیم میگیره که از سازمان بیرون شد دیگه کسی نمیتونه به اصطلاح مانع شود، دونی که یک شرایط اصطلاح پیش میاد که سازمان از دید یک دولت دیگر سازمان و اصطلاح عدالت‌گرا و عدالت محور نیست و نمیتونن عدالت اونها رو در جامعه بین‌المللی تحقق ببخشن. لذا یک دولت وقتی از سازمان بیرون میشه، یعنی بیرون شدن به معنای و اصطلاح ابراز چیش است؟ مخالفتش است. از دید و اصطلاح آقای رولن این میگه تنها او ابزار ابراز مخالفتی فرد است که دیگه کدام ابزار وسیله در دست نداره، با خارج شدنش از سازمان میتونه مخالفت خود با سازمان ملل متحد به اصطلاح ابراز میکنه. دیگه بحث اخراج است. به اساس ماده 6 منشور از هر یک از اعضای سازمان ملل متحد که در تخلف از اصول منبر در این منشور اصرار ورزد، ممکن است بنابر توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی از سازمان ملل متحد اخراج کند. خب منظور این است که صلاحیت عضویت یا پذیرش عضو جدید و صلاحیت عضو و یا رد صلاحیت یا اخراج یک عضو از صلاحیت های مشترک مجمع عمومی و شورای امنیت است. شورای امنیت همون به اصطلاح 15 کشور عضو داره که بعد این چهار رو باز با تفصیل ما شما میخوانیم. خب اخراج دولت ها از سازمان های بین المللی تنها یک بار رخ داده و آن مربوط به اتحاد شوروی سابق است که در سال 1939 یعنی از جامعه ملل خارج شد و این هم علتش این بود که به فنلند این کشور چی کرد؟ حمله کرد. پس از سازمان ملل متحد دولتی از سازمان ملل متحد اخراج نشد، ولی در صورت اخراج نیست هیچ گونه مقررات برای این وجود نداره که مقرران این کشور در آیا میتونه دوباره به عضویت در سازمان ملل متحد رجوع بکند یا بیاید یا تابعیت عضویت سازمان ملل متحد به دست بیاره یا نه. تعلیق عضویت به موجب ماده 5 منشور هر دو شورای امنیت اقدام قهری علیه یکی از کشورهای عضو به عمل آورد، ممکن است به توصیه شورای امنیت مجمع عمومی آن کشور رأس حقوق و مزایایی که هر عضو سازمان از آن برخوردار است محدود ساخته و حقوق آن کشور را به حالت تعلیق در آورد. این میتونه در این حالت مثلا یک فیصله می باشه که هر کشور دیگر حق به اصطلاح عضویت در سازمان به حالت تعلیق در آمده که اینی تحتی، اینی تحتی، اینی اصول، اینی منشور، اینی اهداف، اینی مسائلی که به اصطلاح این دولت مکلف است مراعات بکنه و رعایت بکنه را چی میکنن؟ این کشور نادیده میگه. در این حالت هم میتونن عضویت یک کشوری که عضو سازمان ملل متحد است به حالت تعلیق در آورده شد به اساس صراحت ماده 5 منشور سازمان ملل متحد. خب محسین عزیز امید است که دست در شما خسته کن نبوده باشه از این که وقت ما شما کنست یک مقدار سریع پیش میگید.
ماده 5 منشور سازمان ملل متحد هم باز چیزی را مشخص نکرده، یعنی حقوق مزایا و مزیت های که به حال تعلق برآورده شده را مشخص نکرده، لیکن این طور به نظر میرسه که تعلیق شامل حق رأی دادن میشه، یعنی کشوری که عضویتش تعلیق میشه در سازمان ملل متحد حق نداره که چی بکنه بر رأی‌گیری های مختلفی در سازمان ملل متحد و اصطلاح میشه و چی بکنه اشتراک بکنه و رأی بده. خب دیگه حق انتخاب شدن و حق شرکت در مذاکرات ارکان مختلف سازمان ملل متحد هم کشور چی میکنن؟ از دست میکنن. خب دوباره تعلیق حق رأی است. طبق ماده 19 منشور سازمان هر عضوی از سازمان ملل متحد که پرداخت سهمیه مالیش در مخارج سازمان ملل متحد تأخیر افتاده است، در صورتی که مبلغ دائم عقب افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه دو سال باشد، در مجموعه عمومی حق رأی نخواهد داشت. یعنی کشورهای سازمان عضو سازمان ملل متحد مکلفیت های مالی هم دارد، چون سازمان ملل متحد متشکل از دولت های عضو است و کشورهای عضو هستند که باید بودجه و یا مصارف سازمان ملل متحد تأمین میکنند. اگر کشور نتونه به اثر وقت یا به سر وقت سهمی مالی خود را این در حقیقت یک دین است، مثل که ما در کشور زندگی میکنیم یک چیز را وارد و صادر و تولید اینها میکنیم، باید برای دولت چی بکنیم؟ مالیه را بردیم یا در یک اتحادیه و در یک به اصطلاح انجمن مثلا چی هستیم؟ عضو هستیم، یک حق عضویت داره، مثلا ماهانه 100 آرمانی هست، 50 آرمانی داره، 1000 آرمانی یا 500 آرمانی مثلا طبق قانون اینامی داخلی از این باید ما حق عضویت یا حزبی سیاسی پرداخت بکنیم، در صورتی که ما رو پرداخت نکنیم اون سازمان یا اون نهاد حق داره که ما رو از اون نهاد چی بکنه؟ بیرون بکنه یا عضویت ما رو متعلق در بیاره. به این شکل در سازمان ملل متحد هم دولت ها مکلفیت دارد که اون حق عضویت خود یا سهمی مالی که برشان تعیین شده را پرداخت بکنند به اسرع وقت. اگر نکنند سازمان میتوند تصمیم بگیرد اونها را عضویتشان و بالاخره حق رأی دادنشان در سازمان چی بکنه؟ به حالت تعلق در بیاره. دیگه بحث ما شما ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که یک اشاره بسیار مختصر معجز به این میداشته باشیم، ولی هر یکی از ارکان ششگانه سازمان ملل متحد نیاز به توضیحات و تشریحات تفصیلی تر است که ممکن هر کدام از اینا بتونه یک جلسه درسی باشه که انشاءالله باز به این خواهیم پرداخت. سازمان ملل متحد دارای 6 رکن اصلی هست. یکیش شورای امنیت است، دو مجمع عمومی هست، سوم شورای اقتصادی اجتماعی است، چهارم دیوان بین‌المللی عدالت یا دادگستری هست که اون رکن قضایی سازمان ملل متحد است، چهارم پنجم هم دارالانشا یا تحریرات و یا امون نهاد دبیرکلی یا دبیرخانه است که در رأسش سازمان دبیرکل سازمان ملل متحد قرار دارد که باز وظایفش را چگونگی انتخاب و چگونگی فعالیت و کارهای دارالانشا را یا تحریرات و بالاخره دبیرخانه اونا رو باز بهش خواهیم پرداخت. یه شورای قیمیت سرپرستی هست که چندان فعالیت هم در عصر حاضر این بخش و یا این رکنی از ارکان ششگانه سازمان ملل متحد نداره، ولی با هم ما مجبور هستیم که به این چی رو کنیم بپردازیم. خب محصولان عزیز یک نتیجه گیری و مرور مختصر به درس امروزی ما شما رو داشته باشیم که ما شما ترکیب سازمان ملل متحد داشتیم که اعضای اصلی سازمان اعضای سازمان ملل متحد رو بکنیم به دو دسته تقسیم بکنیم، اعضای مؤسس و اصلی و اعضای جدیدش، بعدش هم شرایط عضویت بود که 4 شرط داشت،
که دولت بودن، صوفیه بودن، قبول تعهدات منشور سازمان ملل متحد و داشتن شایستگی و توانایی اجرای تعهداتی که در منشور سازمان ملل متحد درج شده که باید هر یکی از این چهار شرط برای عضویت شدن در سازمان ملل متحد به شما اشاره کردیم. بحث بعد هم با شما بحث خروج و اخراج و تعلیق و عضویت و حق رأی بهش پرداختیم و بالاخره هم شما رسیدیم به این که سازمان ملل متحد دارای 6 رکن اصلی است و یک سلسله ارکان دیگه وجود داره که ارکان فرعی سازمان ملل متحد است که باز اونها از جمله نهادهای وابسته به ارکان اصلی سازمان ملل متحد هستند. از این که وقت ما شما بیشتر از این ما اجازه ادامه درس نمیتن، من از شما تشکر میکنم و شما را به علای بی همتا میسپارم. خدا کنه که از این درس ها به تمین استفاده درست کنم. خدا حافظ.